مای بی جان سلام، برات چند تا پیغام گذاشتم. چرا ازت خبری نیست؟ حالت که اگه خونه هستی بیرون نرو، کار مهمی پیش اومده. یه نفر رو فرستادم دنبالت. هیچ گونه آثاری از ضرب و شتم تو بدنش دیده نمیشه. سه تا از ناخن‌های دست چپش شکسته، با دو تا از ناخن‌های دست راستش. آزمایش ما همینو ثابت میکنن که به خاطر کمبود اکسیژن مرده. اما هیچ آثاری از خفگی توی گردنش نیست. قبلا هم که مرده داشتیم؟ من طالب هم چی مورد دیگه هست؟ بفرمایید. اینم دفتر محقر ما. خیلی خیلی خوش اومدی. اینم از شانس شما. حالا حتما یکی دو هفته طول میکشه تا بیان لامپشو عوض کن. البته به هم ریختگی اینجا رو میبخشید. واقعا فرصت نشد مرتب کنیم. بفرمایید. اینم پرونده و عکس و تفصیلات مربوطه. چرا این از هر زاویه‌ای که ازش عکس گرفتن داشته به دوربین نگاه می‌کرده؟ این خارجیه که پاش قطع شده بود و اینجا پیدا کردین؟ بله، همینجا پیداش کردیم. وقتی پیداش کردیم این جعبه رو محکم تو دستش نگه داشته بود. باید زیرخاکی باشه. البته ما با میراث فرنگی هماهنگ کردیم. اونا هم به موازات ما دارن پیگیری و تحقیق می‌کنن. ولی در حال حاضر موقتاً این لوح در اختیار ماست. در ضمن کنارش رو زمین یه دوربین هم پیدا کردیم که عکساشو دادیم ظاهر کنن.
اما خطر رفع شد. الحمدلله وضعیت کلیش خوبه. هنوز تو شوکه. فعلا هم نمیتونم صحبت کنم. دکتر فکر میکنید کی حالش بهتر بشه که بتونه حرف بزنه؟ اونو فقط خدا میدونه. حالا هم نمیشه روش حساب کرد. اصلا معلومه چه بلایی سرش اومده. انگار اصلا توی دنیای دیگه زندگی میکنه. تنها چیزی که همه ما رو متعجب کرده اینه که قبلا دیگه هر مریضی بمیره این متعجب میشه. آیا دکتر قطعی پاش ممکنه به خاطر حیوانی چیزی باشه؟ علامتی که جای حیوانات باشه رو بدنش ما ندیدیم غیر از علامتی رو پاشه. این علامتی که علامت خاصی که نشون بده جای حیوانات وحشی جنگل روی بدنش نبودش. اون زخم هم سطحی هم ممکنه مورد همی خوردن باشه. اینا تحت چه عنوانی وارد ایران شده بودن؟ پاسپورت‌هاشون که ویزای توریستی خورده بود برای 2 هفته. چیزی هم جابجا شده؟ نه، ما چیزی رو جابجا نکردیم. چند شب اینجا بودن؟ 1 شب قربان. چقدر رزرو داشتن؟ رزرویشون 10 شب، ولی گفتن ممکنه بیشتر بمونن. رزروشون کی بوده؟ حدوداً 2 ماه پیش. اینا کی اومده بودن ایران؟ همین شنبه صبح ساعت 8:30 با یه پرواز مستقیم از انگلیس اومدن ایران. حساب اینا از انگلیس رزرو کرده بود. بله، از اون طرف رزرو شده بود. بار اولشون بود میومدن ایران؟ دفعه اولشون بوده. بله. یه مداد دارین؟ ممنون. شما کی اعلام کردین که اونا مفقود شدن؟ یه 2 روزی ازشون خبری نبود. منم مجبور شدم به پلیس اطلاع بدم. از خاطر اینکه پول نداده بودن؟ نه نه نه، اصلا مسئله پول نبود. تمام پول قبلا پرداخت شده بود. به من گفتم میریم جنگل شب برمیگردیم. چون دیدم شب برنگشتن. دانشور کیه؟ دانشور؟ یکی از همین اهالی روستای اطراف. واسه چی اینا شماره‌شو داشتن؟ از من یه راهنما خواستن. منم آقای دانشور بهشون معرفی کردم. آقای دانشور؟ بفرمایید. من اسماعیلیم. ایشون هم آقای محبی هستن. از آگاهی اومدیم. چند تا سوال ازتون داشتم. من کار دارم. باید برم سر زمین. زیاد وقتتون رو نمیگیرم. چند تا سوال کوچک داشتم خدمتتون. اولش اینکه این انگلیسی‌ها شما رو از کجا میشناختن؟ بچه‌های هتل منو میشناسن. منو به انگلیسی‌ها معرفی کردن. شما کجا بردینشون؟ هیچ جا، فقط بردم همون روستایی که میخواستن و برگشتم. همین
یعنی اونا رو تنها گذاشتین تو جنگل بعد برگشتین خودتون؟ قبل از غروب باید اونجا رو ترک کرد. اگه قبل از غروب اونجا چه اتفاقی میفته؟ بعد از غروب تو اون جنگل سر و صدایی هست. اون دور اطراف همه میدونن. هیچ کس نباید بعد از غروب اونجا بمونه. من با انگلیسی هم تی کرده بودم که قبل از غروب برمیگردم. خب اگه اینجوری بود چرا اونا با شما بر نگشتن؟ والا نمیدونم. من هرچی بهشون گفتم حرف منو گوش نکردم. مگه فارسی بلد بودن؟ فقط یکیشون دست پا شکسته حرف میزد. صحیح. خیلی خوب. ما انشالله باز مزاحمتون میشیم. قربان، اصلا رو من حساب نکنید. من به اندازه کافی برای خودم کار دارم. ببینید آقای دانشور. آقای دانشور، شما آخرین کسی هستین که اون خارجی ها رو زنده دیده. من فکر میکنم به صلاحتون باشه ما شما رو به چشم همکار ببینیم، نه مظنون. نه؟ بفرمایید. میبینم. سربرداری برن جواب تشخیص هویت هم میخوام. این کاست ها و این کتاب ها هم بیاریم باشون کار دارم. داره برق رو کی پیگیری میکرد؟ چطور مگه؟ پرونده ناقصه، نمیدونم چه همجوری نصف و نیمه بستنش. نصف و نیمه؟ منظورتون چیه؟ ببین مثلا توی پرونده دلیل مرگ مامورای اداره برق برق گرفتگی بوده، ولی شواهد چیز دیگه میگه. قضیه به این راحتی هم که شما میگی نیست آقای محبی. تو این منطقه اتفاقای عجیب خیلی میفته. مردم هم یه چرند پرندهای سرهم میکنن، ولی حرفاشون با منطق ما جور در نمیاد. مشکل اینه که ما هنوز به یه جواب منطقی نرسیدیم. مثلا هم یارو انگلیسیه دکتر پزشک قانونی، یا هم یارو دکتر تو بیمارستان، چه جواب منطقی به ما دادن؟ اینکه شما رو از مرکز فرستادن اینجا فقط به خاطر آثار باستانی اون عتیقه هاست. بلا چرا برای مامورین برق کسی رو نفرستادن؟ این مشکلات همیشه اینجا بوده، خودش هم یه جورایی حل شده. مطمئن باشید اگه قضیه انگلیسیه رو از اهالی اینجا بپرسی هر کدوم یه داستانی برات سرهم میکنن.
چطور مگه مردم چی میگن؟ مثلا همین روستایی که الان داریم میریم، اهالی اونجا از اون محل میترسن، نزدیک اونجا هم نمیشه. مگه نشدیم دانشور چی گفت؟ جان ببخشید، میتونم چند دقیقه وقتتون رو بگیرم؟ باز دیگه چی شده پسرم؟ ببخشید پدر، شما این حوالی چارت خارجی رو ندیدین؟ پسرم بهتر خودتو درگیر این مسائل نکنید. اون چارت خارجی هم تقصیر خودشون بود. من بهشون گفتم از اینجا برن، اما گوش شنوا نداشتن. حالا هم هر بلایی سرشون اومده تقصیر خودشونه. شما از کجا میدونین بلایی سرشون اومده؟ یادم اون قدیما چند خارجی اومده بودن اینجا، معلوم نبود دنبال چی میگشتن. به اسم محقق و باستانشناس و با اجازه دربار اومدن و تمام اشیای قدیمی و باستانی ما رو بردن. من به اونام گفتم اینجا نمونن، اونا مثل این خارجی ها گوش شنوا نداشتن. هر بلایی هم سرشون اومد تقصیر خودشون. چطور مگه چه بلایی سرشون اومد؟ چند شب پیش از پشت اون تپه صداهایی می آمد.
اون دوربین رو دارم. زودتر. از این عکس، از این دستش عکس بگیر. یه عکس هم از این دستش بگیر. از پاهاش. این دوربین هم اینجا گم کرده. برو بگرد ببین میتونی پیداش کنی؟ برو. گردنش خالی میشه. بالاتر وایسا دکتر، ما وقتی تو جنگل پیداش کردیم صاف ایستاده بود بدون هیچ اتکایی. آخه چطور چنین چیزی ممکنه؟ من واقعا نمیدونم چی باید بگم. اینجا بغل گردنش چی اینو نمیکنم یه ردی هست. حتما جای بند کوله پشتیشه. نه دقت کنید. دقت کنید اینجا. بند کوله پشتی اینجاست. دقیقا اینجا میفته. در زم موهاش. بر اثر یه فشار روحی شدید یا شنیدن یه خبر بد یا شایدم دیدن یه چیز وحشتناک اینطوری ریخته. چشماشم بر اثر همین موضوع دفرمه شده. لباشم کبود شده. اما آزمایش ما هنوز تموم نشده. من اگه چیز بیشتری دستگیرم شد حتما بهتون زنگ میزنم و خبرتون میکنم. ممنون. موفق باشی. ببخشید خانم، عذر میخوام. من شما رو قبلا جایی ندیدم. فکر نکنم. بفرمایید. آقای موهبی این از عکس‌ها
اینم پرونده کامل اون کارکنای برق که گفتم براتون بیارن، شاید توش یه چیزایی براتون جالب باشه. این تنها عکس اون روستاست. چی توش میبینی؟ حالا من که چیز خاصی نمیبینم. چطور مگه؟ نمیدونم. راستی امروز اون پیرمرده در گوشتون چی گفت؟ متوجه منظورش نشدم. از همون وقت رفتیم تو فکر؟ نمیدونم، احساس میکنم یه اتفاق بدی قراره بیافته. اتفاق بد؟ مثلا چه اتفاقی؟ عین این حرفا رو یه زنی هم بهم گفته بود. کی؟ کجا؟ جاده. جاده؟ یعنی همین چند روز پیش که میمدید اینجا؟ حدود 3 هفته پیش بود داشتیم با خانمم میمدیم شمال، واسیم بریم به پدر مادرش سر بزنیم. واسه شام توی یکی از این رستوران های بین راه توقف کردم. دخترم فالتو بگیرم؟ من به این چیز اعتقاد ندارم. نه، اگه بگم 9 ساله منتظری که بچه دار بشی چی؟ اگه بگم داری میری شمال خونه مادرت که فارغ بشی چی؟ بازم باور نمی کنی؟ چقدر جالب. بفرمایی بشینی. خواهش میکنم. بعد از کلی دوا و درمونو خرج و این داستانا دکترها گفته بودن که ایراد از منه. حالا بعد از این همه سال وقتی میشنید قراره که بچهش سالم و سرحال به دنیا بیاد، خب خیلی خوشحال شده بود. زنم اینقدر از اون خانم فالگیر خوشش اومده بود که ازش خواهش کرد که با هم یه عکس دست جمعی هم بگیریم. ببین عزیزم، این همه چیزش تنظیمه. خب فیلمش هم رد کردم. این دکمه رو فقط موقع اکسیدات هم اینو فشار میدی. دستم نلرزه. خب یه جوری هم بگیر این تموم این رستوران و اینا اون پشت باشه. وایسه 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 وایسه. شما اومدین؟ بله. دست در نکنم. بعد از خداحافظی خانومم رفت سوار ماشین شد. بعد من اومدم خانوم رو از جاده رد کنم. یه چند قدمی داشتیم با هم دیگه میرفتیم، یه دفعه ایستاد، برگشت نگاه من کرد. یه فضای عجیب غریب، نمیدونم، انگار یه دفعه دوجوری بگم که مثلا یه دفعه زمان ایستاده باشه. تو مسیر زندگیت پستی بلندی های زیادی میبینم، مواظب باش. ببخشید من اصلا منظورتون رو نمیفهمم. سرنوشت همه ما رو خدا از قبل نوشته، هیچ چیزی نمیتونه تغییرش بده. هر کدوم از ما برای کاری به دنیا آمدیم. تو ببین برای چه کاری آفریده شدی. یعنی چی؟ تو مسیری که داری میری تصادفی میشه، زن بچه تو از دست میدی. کسی که تو رو تو اون تصادف از مرگ نجات میده، فرشته نجاتته. تو همیشه اونو میبینی ولی بهش بی‌توجهی. داشتیم از جلوی تعویض روغنی رد میشدیم که دم در مغازه ایستاد. بعد بهم گفت زندگی آدم ها
به یک تار مو بسته است. پسرم، دلیلی برای وجود هر کسی هست. هر کسی تو این دنیا یه ماموریتی داره. ببین دلیل وجود تو چیه، ولی مواظب باش تو مسیرت نلغزی. نمیدونم. بفرمایید. لوازمی که خواسته بودین آوردم. بیارید تو. آور نیست؟ نه، بفرمایید. Thank you.
چیزی پیدا کردیم؟ ها؟ دکتر میگفت زخمی شدن دست انگلیسی به خاطر زمین خوردن بوده، ولی اینجوری نیست. یه چیزی میخواسته اون رو زمین بکشه، اونم این شاخه رو محکم گرفته که نبرنش. کار چه ایونی میتونسته باشه؟ نمیدونم، شاید خرسی، گرازی، چیزی بوده. الو؟ بله، ما الان تو محل حادثه ایم. بهشون بگید بعد از ظهر. الو؟ 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 آنتن نمیده. به نظرم از میراث فرهنگی بود. الو؟ نه، قطع شد. ببین، من خودم بعد از ظهر. الو؟ 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 آنتن نمیده. الو؟ 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 میبینی آقای محبی؟ مخابرات ما جالبه. اینجا آنتن میده، یه قدم جلوتر نمیده، باز اینجا نمیده، اونجا میده. بفهم. دارم تمام یه صحبت با من بکنید. یک دو سه، یک دو سه، صدا نداره. ببخشید. یک دو، یک دو، یک دو، یک دو، یک دو جناب کار نمی کنه. یک اینو بگید، بگید یک دو سه، یک دو، یک دو، یک دو سلام کن. یک دو سه، یک دو سه، یک دو. چی شده؟ صدایی شنیدی؟ چه صدایی؟ همین دیگه. تعجب نکردی بعد از شلیکی صدایی نیومد؟ ما از وقتی اومدیم تو این جنگل صدای هیچ حیوانی نشنیدیم. هیچ پرنده‌ای نپرید. دیروز تو روستا نه گاوی دیدیم، نه گوسفندی.
تلفن خط نمیده، بی سیم خراب میشه. اون حیوان فرضی که پای اون انگلیسی رو قطع کرد چرا هیچ رد پایی از خودش نذاشته؟ اصلا چرا یکیشون رو کشته پای یکیشون قطع کرده؟ دکتر هم که میگفت نمیتونه کاری یه حیوان باشه. به نظر من اون پیرمرده یه چیزایی میدونست و به ما نگفت. که دنبالش میگشتی پیدا کردی؟ بله، همون جایی که شما نشونی داده بودین، همونجا. نه بابا، جواب سوال تو این نیست. دنبال این نگرد که چجوری خارجی ها رو کشتن. فکر این باش که خارجی ها اینجا برای چی اومدن، دنبال چی میگشتن. والا پدر زمان من یکم گیج شدم. شما اون دفعه به من گفتید با کسی حرف میزدی؟ با... اینجا در مورد موجوداتی در این روستا نوشته شده که محل زندگی آنها و از غاری در این روستا حفاظت می‌کنند. در مورد موجوداتی در این روستا نوشته شده که محل زندگی آنها است و از غاری در این روستا حفاظت می‌کنند. غار دروازه است به عالم دیگر و هیچ انسانی حق ورود به آن را ندارد و در صورت ورود جزایش مرگ است. در آیین قدیمی غربی‌ها آمده فرزند انسان و این موجودات نباید به دنیا بیاید، چون موجودی شیطانی است. یعنی فرزند موجودات به انسان. Thank you.
سلام. بله. آقا دانشور شما اون دفعه انگلیسا رو تا کجا بردید؟ میدونستم برای این اومدین. ولی آقا نباید اونجا نزدیک شد. من به انگلیسی هم گفتم که اونجا نزدیک نشن. آقا ما هر کاری از دستمون برمی اومد کردیم. ولی اصلا به حرف ما گوش ندادن. شما الان به ما بگو اونا رو کجا بردی؟ همین. اهالی اون روستا عجیب و غریبن. مثل ما آدم ها نمیمونن. اگه باشون کاری نداشته باشین، باهاتون کاری ندارن. همه این اطراف میدونن که نباید به حریم اونا تجاوز کرد. ولی انگلیسی ها گوششون بده کار نبود. آقای دانشور، یه حرفا رو شما قبلا هم زدی. الان فقط به من بگو اونا رو کجا بردی؟ همین. بردمشون نزدیک اون غار. من بهشون گفتم که وارد غار نشن. بابا نباید رفت توی غار. همه این طرفا میدونن. ولی یه دیدم رفتن طرف غار، منم فرار کردم. بابا چی کار به کار اونا دارین؟ به خدا اصلا اونا سرشون به کار خودشونه. کاری به کار کسی ندارن. من فردا میام شما منو ببرید اونجا. باشه؟ شما مثل که اصلا حالیتون نیست. بابا کسی بره توی اون غار به شب نرسیده میکشنش. ما فردا منتظرت. خدا چی شده ماه بجم؟ دست به غذاتون نزدیم. یه چیزی میخوام بهت بگم ولی فکر میکنم نظرت نسبت به من عوض بشه. تا حالا شده توی یه موقعیتی قرار بگیری که حس کنی اون موقعیت رو قبلا هم دیدی؟ آره. خیلی پیش اومده. چطور مگه؟ من الان همین احساس رو دارم. من یه جوری فکر میکنم الان و قبلا هم دیدم همین غذاها، همین آدم ها، همین جا. فقط با این فرق که هوا تاریک بود. تو همینجا ننشسته بودی، بیرون بودی کنار یه موتورسیکلت. قیافتم خیلی نگران بود. منظورت چیه؟ این حرفا رو از کجا گیره آوردی داری میگی؟ ببین یه چیزی مثل اینکه آدم هیچی بلش بود. این عکس رو ببین. یه چیزی توش هست میخوام در رابطه باش باهات صحبت کنم. خوب نگاه کن. این همون خانم فالگیریه که بهت گفته بودم. چی شده؟ اسمایل چی شد؟ این خانم دیشب تو ماشین من بود. خودشه. آقا دانشور، کجا رو نگاه میکنی؟ بیا بشین. باید طوری بریم که قبل از غروب برگشته باشیم. اینجا یه غاری هست که توش اتفاقاتی میفته. برای همین اصلا سلاح نیست ماندنمون اینجا. دانشور جون، آخه قربونتم. پا به پای تو از صبح تا شب تو این جنگل را بریم. میتونیم؟ نمیتونیم که. بعد از غروب اینجا اتفاقاتی میفته که من به چشم خودم دیدم. چی شده؟ امروز خیلی رفتین تو فکر. اصلا داخلش
داشتم از خودم میپرسیدم چرا اون لحظه‌ای که آدم فکر میکنه که خوشبخت‌ترین آدم دنیاست و همه چیز رو به راهه، یه دفعه یه اتفاقی برات میفته که همه چیز ازت میگیره. پس شما چطور با این حالتون این ماموریت رو قبول کردی؟ نمیدونم، شاید چون خیلی بهم اصرار کردن. از طرفی گفتم بد نیست یه سری هم به خانواده خانمم بزنم. خب من زنم اهل همین طرفا بود. شما خودتون اهل تهرانی؟ من نمیدونم. نمیدونی؟ این که میگم نمیدونم، این که نمیدونم کجا به دنیا اومدم. بخاطر که من تو پرورشگاه بزرگ شدم. نمیدونم چی باید بگم. زیاد مهم نیست، بهش فکر نکن. چی شد که اون اتفاق افتاد؟ چی؟ تصادف رو میگم. ببخش. اصلا نمیخواستم ناراحتت کنم. نه. نمیدونم چی شد. تعادلم رو از دست دادم، خوردم به کوه. بعدن توی بیمارستان بهم گفتن که گویا سطح جاده لغزنده بوده، روغنی چیزی ریخته بوده اونجا. یعنی چی؟ روغن؟ آخه برای چی؟ نمیدونم. روغن توی جاده؟ ببین، من ترجیح میدم در موردش صحبت نکنیم. بچه ها را بنداز، برای شب میشه. مسیر مستقیم میرین میرسین به غرب. علی اجازه بدین من همینجا منتظر میمونم. پس همینجا بمون تا ما برگردیم. برید دنبال محبی.
آقای محبی. ببخشید شرمنده. شما یه جوانی رو ندیدین که لباس مشکی پوشیده بود اینجا رجوع شد؟ همین الان از این مرد شد. کریم بود؟ کی؟ کریم؟ بله کریم. کریم بشری کی هست؟ پسر حسین علی. از این مرد رفتون اتاق سیوید است. سلام علیکم. سلام علیکم. اینجا منزل کریمه؟ بله بله. میشه یه قصه بزنی؟ چیکار کرده؟ یه دقیقه صداش بزن، من از اداره آگاهی اومدم. از چیکار کرده؟ یه دقیقه صداش بزن بگو بیاد. کریم بیا. سلام. چطوری؟ تو کریمی؟ خودتی؟ خوبی؟ این مال توه؟ من پیداش کردم گفتم برات بیارم. بذات کردم. خیلی خوب. ببخشید. قربان. بیا تو. انت گردم. تو گردم. آقا بیا. آقا بیا. چیه؟ یه بار دوبی. چیه؟ دوبی. Hadi. Hadi. آقای دکتر خیلی ممنونم از توضیحاتتون، ولی من برای این خدمتتون زنگ نزدم. من تماس گرفتم ببینم شما از آقای اسماعیلی خبری دارین یا نه. نیومدن ایشون خدمت شما؟ بله. پس میتونم ازتون خواهش بکنم از اون همکار خانمتون بپرسید شاید ایشون در غیاب شما ایشون. نه من خودم ایشونو دیدم. من پریشب که اومدم اونجا بعد از اینکه از اتاق اومدم بیرون ایشون بعد از من اومدن تو اتاق تشریح. بله. پس یه محبت کنید اگر آقای اسماعیلی اومد اونجا بگید حتما با من تماس بگیرید. ممنون. با کثافت افتادی با اسماعیلی. بله اومار داری کجا میبری؟ اگه تو بهتر بردی بیافت جلو.
بله بفرمید. بفرمید قربان. این پرونده باستان‌شناسان سال 45 از تهران برای شما فرستادن. متشکرم. بفرمید. وزارت فرهنگ و هنر اداره ارتباط. ریاست محترم گمرک ایران نظر به اینکه هیئت باستانشناسی انگلیسی به سرپرستی جان ویلکینسون دارای مجوز تحقیقات و افعالی در ایران بوده، به امانت گرفتن و جابجایی اشیاء عتیق توسط ایشان و گروه همراه بلندمانه میباشد. در مورخه 26/6/1345 کودکی 4 ساله توسط یک محقق انگلیسی به نام آقای جان ویلکینسون در جنگل‌های شمال پیدا شده و به ماموران شهربانی محل تحویل گردیده است. ویلکینسون اهالی این روستا با درک موقعیت وجودی خود قادر به تماس با این لوح نیستند و صرفاً حفظ و نگهداری آن را به عهده دارند. برای باز شدن دریچه دنیای دیگر هر دو تک لوح لازم است، ولی باید لوح ها رمزگشایی شود. ویلکینسون ببین، در مورد این بچه ای که انگلیسی ها سال 45 توی جنگل پیدا میکنن، نه این توی هیچی نبود. بله دیدم کامل. من میشه همچی چیزی؟ نه ببینید، خواهش میکنم. الو، نه اونشو من تشخیص میدم که مهم هست یا نه. حتما من منتظرم. بله حتما منتظرم. ها بله، متشکرم. خداحافظش. فراموش نکن که هر کسی برای انجام کاری آفریده شده. فکرتو مشغول اون بچه نکن. بفرمید.
دست به چیزی که نزدین که؟ نه، فقط کتابای رو میز بردم. ممنونم. الو، الو، از اسماعیلی خبری نشد؟ خیلی خب، ببین من دارم میرم اونجا، خبری شد حتما به من تماس بگیرید. آره سیدن
اسماعیلی، اسماعیل چی شدی؟ اینجا، اینجا. کی؟ دیدمشون، همینجا. کی دیدی؟ تمام شب میدیدمشون، جلوی چشای خودم کشتنشون. محبی جان، میشه خواهش کنم یه بار دیگه اون عکس رو به نشون بدی؟ چی؟ اون عکسی که تو رستوران دیدم. عکس؟ اینو میگی؟ خودش دیشب خوابشو دیدم. ما بعدا در موردش صحبت میکنیم، باشه؟ نه، وقت دیگه نیست. تو خودت میدونی من دووم نمیارم. آره، تو حق داری، اینو همش به خاطر خستگی. حرفمو قطع نکن، بذار بگم. جلوم وایسا، گفت بهت بگم نگران نباش، همه چیز برام روشن شد. تو توهم برات داشته، میفهمی چی میگم؟ حلالم کن اسماعیل، خواهش میکنم بس کن. شب تصادم چی داری میگی؟ اگر جاده نقصنده روغنی بود، تقصیر من بود. یه روز رفتم کنار جاده روغن میرم، در روغن باز بود، ریخ. حلالم کن. تو مسیری که داری میری تصادفی میشه، زن بچه تو از دست میدی. روغن یه جاده؟ آخه چطور؟ زندگی آدم ها به یک تار مو بسته است. پسرم، دلیلی برای وجود هر کسی هست. هر کسی تو این دنیای مأموریتی داره. ببین دلیل وجود تو چیه؟ کسی که تو رو تو اون تصادف از مرگ نجات میده، فرشته نجاتته. تو همیشه اونو میبینی ولی بهش بی‌توجهی. عذر میخوام، من شما رو قبلا جایی ندیدم؟ فکر نکنم.
اگه بگم 9 ساله منتظری که بچه دار بشی چی؟ بازم باور نمی‌کنی؟ در آیین قدیمی غربی ها آمده فرزند انسان و این موجودات نباید به دنیا بیاید. یادم اون قدیما چند خارجی آمده بودن اینجا. اهالی اون روستا عجیب و غریب هست، مثل ما آدم ها نمیمونن. اگه باشون کاری نداشته باشین باهاتون کاری ندارن. میدونم کی هستن. اهالی این روستا با درک موقعیت وجودی خود قادر به تماس با این لوح نیستند و صرفا حفظ و نگهداری آن را به عهده دارند. خونه خودت خوشون.